رنگین کمان به یاد و نام جاویدنامان راه آزادی اوراس امروز 31 اکتبر 2023 در خدمت هستیم با برتوسانی وضعیت بازارهای مالی. امروز خود دیر اومدیم، دیر تونستم آنلاین بشم. از صبح تا همین الان که ساعت 12:10 هست اینجا در ترکیه شدیدا درگیر کارها بودم و متاسفانه فرصت نکردم که در خدمتتون باشم برای برتوسانی. یه نگاه ابتدا به دادای اقتصادی روز دوشنبه روز گذشته داشته باشیم. دیروز دادایی که منتشر شد بیشتر از حوزه یورو بود و اتحادیه اروپا بود. امروز روز شلوغی را هم تا الان داشتیم و در ادامه خواهیم داشت. دیروز دادای منتشر شده نشون داد که خرده فروشی در استرالیا یه مقدار وضعیتش بهتر شده، به این معنی که احتمالاً ما سیاست انقباضی که داریم در دولتشون وضعیت نرخ بیکاری هم کاهش پیدا کرده بود، پیش بینی میشه که احتمالاً وضعیت سیاست‌هایی که الان داریم حفظ بشه برای مدتی مقدار طولانی تر، سیاست انقباضی که در بانک مرکزی استرالیا هستش. در آلمان داده‌ها نشون داد که داده خیلی خوبی بود، نشون داد که اول از که تورم خیلی کمتر از پیش بینی ها افزایش پیدا کرد. نرخ تورم در ماه گذشته در ماه اکتبر 0 بود که باعث شد تورم سالانه از 4.8% از 4.5% که قرار بود به 4% کاهش پیدا بکنه به 3.8% کاهش پیدا کرد که خیلی خوبه. این در حالیه که تولید ناخالص داخلی هم خیلی کمتر از انتظارات کاهش پیدا کرد و وقتی که در حالی که انتظار می رفت در سه ماه سوم تولید ناخالص داخلی 3.9% کاهش پیدا بکنه فقط 1.9% کاهش پیدا کرد و این نشون دهنده وضعیت خوب اقتصاد، یعنی بهتر شدن وضعیت اقتصاد، چون قطعا تولید ناخالص داخلی منفی خوب نیست، نشون دهنده بهتر شدن وضعیت بازارها در آلمان هستش نسبت به چند ماه گذشته از وضعیت ضعیف‌تر. امروز اما تا الان داده خیلی زیادی رو داشتیم. اول از همه از چین داشتیم که داده شخص مجاور خرید بخش تولید و بخش خدمات هر دو اعلام شد، ضعیف‌تر از پیش بینی بودن. بخش تولید که یه مقدار بهتر شده بود در ماه گذشته دوباره از 50.2 به 49.5 کاهش پیدا کرد و بخش خدمات از 51.7 کاهش پیدا کرد به 50.6. اینها قیمت نفت رو که یه مقدار داشت وضعیتش بهتر شده دوباره میتونه تحت فشار قرار بدن، به خاطر اینکه نشون دهنده اینه که اقتصاد چین که فکر میکردیم یه مقدار دوباره از وضعیت بعدش داره بعد میگره کم کم به روزهای خوب، یه مقدار این دوباره شک و تردید ایجاد کرد، شاید اون رو قیمت انرژی تاثیر منفی بذاره. ضمن این که تولیدات صنعتی در ژاپن هم که پیش بینی میشد 2.5% ماهانه رشد کنه، رشد 2.2% داشت، هرچند خیلی 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 بهتر از منفی 7.2% که در ماه گذشته کاهشی که در ماه گذشته بود. اما تا الان چیزی که در آسیا ما داشتیم جلسه بانک مرکزی ژاپن بود که بسیار بسیار مهم بود. بانک مرکزی ژاپن سیاست‌های فوق‌العاده انبساطی خودش رو حفظ کرد، اشاره‌ای به تاریخ و شروع سیاست انقباضی نکرد. بازارهای در واقع سهام و بازارهای ارز این رو به عنوان ادامه سیاست‌های بسیار تسهیلی بانک مرکزی تفسیر کردن و باعث شد که با اینکه دلار داشت کاهش پیدا می‌کرد، خود دلار ضعیف‌تر شد، اما ین در برابر دلار دوباره تضعیف بیشتر بشه و بالای 150 دوباره افزایش پیدا کرد. در آلمان امروز ما شاخص خرده فروشی رو داشتیم که باز هم نسبت به ماه گذشته وضعیت بهتر بود اما از انتظارات کمتر بود. همونطور که از کم خدمتتون نشون دهنده این هستش که با اینکه از وضعیت بد ماه‌های گذشته داریم بهتر میشیم، یعنی با اینکه اقتصاد همچنان ضعیفه در حوزه یورو به خصوص در آلمان، با اینکه وضعیت خوبی نیست، ولی از وضعیت بدتری که در واقع ما از ماه‌های گذشته داشتیم یه مقدار داره شرایط بهتر میشه. اما در ادامه امروز دادهای تورم حوزه یورو بسیار 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 مهمه و در ادامه امروز شاخص احساسات مصرف کننده مؤسسه سیبی که از امریکا منتشر میشه بسیار بسیار مهمه. در کانادا هم تولید ناخالص داخلی داریم که پیش بینی میشه رشد 1.2% داشته باشه، هرچند رشد 1.2% رشد ضعیفیه و پیش به همین دلیل هم انتظار میره که بانک مرکزی کانادا همون کاری که در واقع هفته گذشته انجام داد در جلسه گذشته که نرخ بهره رو افزایش نداد، همین مساله رو فعلا حفظ کنه و انتظاری ما از بانک مرکزی کانادا نداشته باشیم که بخواد سیاست‌های انقباضی رو بیشتر از این ادامه بده با توجه به رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی در کانادا و رشد ضعیف‌تر اقتصاد. امروز مهمترین داده که تا الان داشتیم و خواهیم داشت در ادامه همین هاست، این چیزایی بود که انتظار داشتیم. اما تمرکز ها از امروز کم کم شروع میشه، نشست بانک مرکزی امریکا امروز جلسه شروع میشه، جلسه دو روزه و فردا با تمام شدن جلسه ما سیاست چیز رو خواهیم داشت، بیانیه و نتیجه سیاست گذاری رو در امروز حتما یه روز سعی میکنم امروز یا فردا صبح مقاله در موردش بنویسیم، احتمالا باید فردا صبح بشه چون که فکر نکنم امروز در ادامه وقت بیشتری داشته باشم. دیگه
ضمن اینکه گزار ما اینا با در نظر داشته باشیم که این هفته این الان که داریم صحبت میکنیم در طی هفته کلا مال یک روز نیست، در طی هفته مذاکرات تجاری بین امریکا و اتحادیه اروپا داره ادامه پیدا میکنه. میدونیم که زمان دونالد ترامپ امریکا به یه سری تعرفه‌ها وضع کرده بود برای محصولاتی که از اروپا وارد میشن، به خصوص صنایع مثل فولاد و آلومینیوم. این داره صحبت میشه که این تعرفه‌ها یا لغو بشه یا کمتر بشه، یعنی در مورد تعرفه‌ها داره صحبت میشه. یه مذاکرات تجاری بین اتحادیه اروپا و امریکا هم در جریانه که بسیار بسیار مهمه، سعی کنید در اخبار اونها رو هم در جریان باشید. اینا مهمترین وضعیتی و چیزایی بودن که امروز ما داشتیم. در تقویم اقتصادی هم ما در تقویم گزارش‌های درآمدی امروز فایزر رو داریم که تا چند ساعت دیگه گزارشش اعلام میشه، و بعد از اون AMD رو داریم که امروز بسیار بسیار در واقع جزء شرکت‌هایی هستش که مورد توجه بوده در ماه‌های گذشته به خاطر رابطه‌ای که با هوش مصنوعی و محصولات اون داشته، یعنی قطعاتی که در هوش مصنوعی و کامپیوتر استفاده میشه. AMD رشد خیلی خیلی خوبی داشته و بازخورد خیلی خوبی تو بازار داشته از این روند اخیر هوش مصنوعی و اینتلیجنس قاطی کردم کلمه ها رو گلش کن از این روند داره خیلی داره استفاده میکنه و آره گذاشت درآمدی همینا مهمتر است. از این روند خیلی استفاده میکنه و فکر میکنم که بهتر باشه که بهش توجه بکنیم. پیش بینی میشه که رشد خوبی دوباره داشته باشه، یعنی AMD احتمال بسیار زیاد مثبت خواهد شد، اما فایزر احتمالی که بتون چشم اندازها رو برآورده کنه شاید انتظار بالایی باشه ازش. اینا کلیت وضعیت بازار هاست. امیدوارم که به درتون خورده باشه و تو مثبت مفید بوده باشه. وبینار روز جمعه رو فراموش نکنید، چون ما دو تا وبینار داریم، این هفته یک وبینار داریم در مورد گزارش های درآمدی، یعنی همین مسئله که می‌ذاریم صحبت کنیم، گزارش های درآمدی، اینکه این گزارش های درآمدی چطوری بخونیم، چطوری ازش استفاده کنیم، چطوری با اینا ترید کنیم، اینا مسائل مهمی هستن که در وبینار روز جمعه این هفته در موردش صحبت میکنیم. لینکی که بچه ها در کلاب هاوس بالا پین شده، بچه ها در اینستاگرام یوتیوب هستید زیر ویدیو یا در بالا در بایو در اینستاگرام میتونید بهش دسترسی داشته باشید. تا فردا که دوباره فرصت بشه در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون.